میخوام اول از شما عزیزان سوال کنم یه چند تا جواب بگیرم چرا شما خدا رو شکر میکنید برای چی بلند فقط تو دلتون نگه بله یکی یکی جان به خاطر نجاتی که مسیح داده بله دیگه برای محبت بله به آرامش برسیم بله آمین آمین آ. دیگه برای محبت روزانه سلامتی بر خب نکاتی که میگی الان من اعلام میکنم همه اینا تو این هست که تعریف ما از گذاری هستش برای سلامتی های ما برای شفایی که یافتیم برای برکتی که گرفتیم برای شرایط خوب زندگیمون برای رهایی از مشکلاتمون برای خانوادهمون برای کارمون برای دوستان فامیل برای هر چیزی که داریم و یا برای هر چیزی که عزیزان ما دارن برای سرزمینی که در اون زندگی میکنیم برای قوانین خوب دولتی که میتونه در اون سرزمینی که هستیم ما رو حمایت میکنه و اون امکاناتی که ما میده برای رحمت خدا به من به ما برای برکت خدا به ما برای نجات و رستگاری ما و همچنین برای اینکه خداوند جهان را این گونه زیبا آفریده گاهی شو گذاری ما مقایسه ای میشه قیاس میکنیم با موقعیتی که اطرافمون هسته شخص و یا افرادی که در یک شرایط و یک جامعه ای هستن که موقعیت بدی رو دارن پس خودمون رو در موقعیت اونها قرار میدیم میبینیم چقدر شرایط و امکانات ما بهتر از اونها هستش پس چون من جایگاه خوبی هستم میگم توی اون جایگاه بد نیستم تو اون شرایط بد نیستم من میگم خدا شکر که من اونجا نیستم شاعر اعلام میکنه مسکینی دیدم با کفش پاره شکر میکرد مسکینی دیدم که با کفش پاره شکر میکرد خدا را گفتم کفش پاره که شکر کردن نداره گفت یکی شکر میکرد دیدم که پا نداره و گاهی ما اینگونه در حضور خداوند برای شکرگزاری میریم و یا اتفاقایی توی زندگیمون میفته که تصور میکنیم میتونه این بدتر بشه بنابراین چون بدتر نشده شکرگزاری میکنیم پیرمرد و پیرزنی که کشاورز بودن و دیگه از نظر شرایط مالی موقعیت خوبی نداشتن یه شخصی بهشون میگه اگر شما هدیه‌ای به پادشاه بدید اون پادشاه به شما هدیه بهتری رو خواهد داد که گاهی این کارا هنوزم رسم هستش یه هدیه بهتر رو میدیم به یه هدیه رو به یکی میدیم که هدیه بهتر رو از اون بگیریم و به طور خاص برای رؤسا به حال این پیرزن پیرمرد میشم فکر میکنم. پیر مرد می میگه به نظر من یه گونی پیاز برم بدم به این پادشاه پیرزن میگه آخه چه کاریه چقندر که بهتره زمستون درست میکنه میخوره بر حال تو این بحث بر پیرمرد قالب میشه برای این خانومش میگه من یه گونی پیاز میبرم وقتی میره کاخ و میخواسته پادشاه رو ببینه به پادشاه خبر میدن پادشاه اون روز خیلی عصبی بوده و اونو نمیپذیره ولی میام میگم پیرمرد خیلی اصرار میکنه میگه چی کار داریم به من میگه یه گونی براتون پیاز آورده میگه یه گونی برای پادشاه یه گونی پیاز آورده اون که عصبی هم بود میگه اونو بذارید وسط قصر با تک تک اون پیازا محکم بزنید تو سرش طوری که این پیازا وسط نصف بشه و همین کارم هم میکنن پیازا رو میرن سربازا محکم میزدن تو سر این پیرمرد تا این پیازا نصف بشه این پیرمردم میگفته خدا یا شکرت خدا یا شکرت یکی این سربازا میگه برای چی دیگه خدا رو شکر میکنی تو هدیه آوردی الان داره تنبیه هم میشی میگه خدا رو شکر میکنم که چقاندرا رو نیوردم و گاهی هستش که ما شوگذاری توی زندگی هامون اینگونه هستش